درود بر شما همراهان گرامی کانال خبری کیوسک به بسته خبری امشب خوش آمدید. چهل دو روز از اعتراضات بی سابقه مردم ایران گذشت. هرچه از روزهای اعتراضات مردم ایران می جو امنیتی به شهرها نیز تشدید می شود. علاوه بر اخبار و ویدیوهای اعتراضات که به وفور و به تناوب در شبکه های اجتماعی انعکاس می خبرهای شکه کننده متعددی هم از اقدامات جنونامیز رژیم منتشر می شود. اخباری از این دست که رژیم مشغول سیمان ریزی قبرهای زندانیان کشته شده در زندان لاکان است یا اخباری مبنی بر جابجایی اجساد در کیسه های نایلونی که با واکنش خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران مواجه شد و اعلام کردند آن کیسه نایلون ها حاوی جنین بودند نه اجساد و یا خبر کشف مشکوک جسد مردی در قسمت جعب چرخ هواپیمای پرواز تهران به فرانکفورت اما در بسته خبری امشب با دو موضوع مهم در خدمت شما هستیم. اخراج و بیرون کردن توهینامیز کارشناس برنامه زنده شبکه چهار تلویزیون، افتضاح جدید برای رژیم راهپیمایی جمعه شش آبان نشان داد چقدر رژیم تنها شده و اکنومیست احتمال سرنگونی حکومت دینی در ایران وجود دارد. دعوت میکنیم با جزئیات این اخبار کانال ما رو همراهی بفرمایید ضمنا از شما همراهان گرامی درخواست میکنیم برای همرسانی بیشتر این اخبار و دلگرمی تیم خبری ما که شبانه روز در تلاش هستند تا اخبار لحظه به لحظه این انقلاب رو برای شما آماده کنند این ویدیو رو لایک کنید و با نوشتن دیدگاهتون در قسمت کامنت ها نظر خودتون رو در مورد این خبر با ما و سایر دنبال کنندگان به اشتراک بگذارید لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها با خبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم اخراج و بیرون کردن توهینامیز کارشناس برنامه زنده شبکه چهار تلویزیون در یک برنامه زنده تلویزیون ایران با قطع سخنان ابراهیم فیاز جامعه شناس و استاد دانشگاه در ایران بدون توضیحی او را از برنامه کنار گذاشتند مجری برنامه سخنان این کارشناس را قطع می کند و از مخاطبان می خواهد که به نظرسنجی برنامه نگاه کنند و وقتی دوباره به استدیو باز میگردند خبری از آقای فیاز نیست و بدون توضیحی با مهمان دیگر برنامه ادامه می دهند. ابراهیم فیاز درباره اتفاقی که افتاده به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار بوده درباره اقتصاد و جامعه و سرمایه اجتماعی صحبت کند و بحث علمی بوده و نه ایدئولوژیک و افزود اما یک باره صحبت بنده را قطع کردند سپس یک نفر از بیرون آمد و در گوش من گفت میکروفون خراب است بیایید بیرون او میگوید وقتی که گفته دانشگاه فقط محل آموزش نیست بلکه یک واحد اجتماعی است فردی که از اتاق فرمان پشت میکروفون در گوش مجری برنامه صحبت می کرده، به شدت داد و قال کرده و مجری حرفهای او را قطع کرده است او به خبرگزاری ایسنا گفت که بعد از این اتفاق به اتاق فرمان رفته و به آنها گفته که شما حق ندارید به یک استاد دانشگاه توهین کنید آقای فیاز به خبرگزاری ایسنا گفت که اکراه داشته که به برنامه برود اما با توجه به اوضاع جامعه احساس کردم کمی صحبت کنیم تا قصه ها از قبل روشن شود اما می بینید که این اتفاق افتاد و این گونه شد. من بحثم که دانشگاه به جایی که بگیم یه آموزشگاه بعد بگیم یه واحد اجتماعی بله اگر این حل بشه ما تو فکر کنید اقتصاد اجتماعی بشه بسیار خب خب پس آید تو به رسیدیم که چون اساس موضوع در واقع این توضیحاتی که شما دادید دیگه حل شد دیگه شما یه جمله‌ای رو یه موقعی گفتید استدلال کردید که دان... مثلا دانشجو توی این موقع گفتم اول... اول... از مسکن اجتماعی گرفتید که سالها چندین دهه پیش استفاده شده من, بیم 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 من بحث رو با آدرس زنگینه ادامه بدم. آقای دکتر زنگینه. ما د... اصلا ببین نازرسنجی رو پخش کنی چون این بخش از ب... این بخش از برنامه اصلا م... در واقع موضوعیتش تمام شد. من پاسخ هم رو گرفتم و پاسخ بسیار قانع کننده هم گرفتم از میهمان برنامه هم مشخص مسکن اجتماعی و سالها در کشورهای دیگه در واقع تجربه شده اینکه حالا در کشور ما چگونه پیاده می شود و چگونه انجام می شود این رو ما می میتونیم باز بهش بپردازیم خیلی از حضور آقای دکتر فیاض در این برنامه حضور داشتن تشکر می کنم و خیلی صادقانه و صمیمانه هم گفتن گفتن بله هنوزم معتقدم به این جمله ولی خب سالها قبل گفتم یه شبکه‌ای اومده حالا الان تیت کرده دوباره هاشو تختی کرده خیلی لطف آی دکتر این جمله رو اینجوری برام توضیح دادید بسیار سپاسگزارم نظر سنجی رو ببینیم برمیگردم خدمتتون دو اقتصاد کلان رو برامون بگی البته شاید جوانها خیلی با ادبیات اقتصاد کلان آشنا نباشن اما کلید واژه هایی که میدونن لمسش میکنن تو زندگیشون یا حداقل خانواده هاشون پدرها و مادرها که بار تکفل زیادی مردوششونه الان فضا چه فضایی هسته اشاره دکتر حالا دکتر پرویزیان ما اگه بخوایم شا... درک همه این که متاسفانه آماری که در مورد تورم بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و دخانیات اعلام میشه بالا قریب بر بالای 70 درصد پس از اخراج ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران از یک برنامه زنده شبکه چهار صدا و سیما او مسئولان این سازمان حکومتی را به توهین به علم و فکر متهم کرد در یک برنامه سند چشمنداز که با حضور ابراهیم فیاض و یک مهمان دیگر به صورت زنده از شبکه چهار صدا و سیما پخش میشد مجری برنامه در ابتدا از آقای فیاض درباره یک جمله جان جالی او پرسید آقای فیاض پیشتر گفته بود که برای جوانان یک مسکن 20 تهیه شود که حتی در آن فقط بتوانند نان و ماست یا نان و پنیر بخورند و آنها آرامش میگیرند اما حتی همین هم نیست او در برنامه زنده صدا و سیما بار دیگر بر این اظهارات خود تاکید و اضافه کرد که این سخنان را در یک جمع دانشجویی گفته بود اما مجری برنامه بر اساس پیامی که مشخص است از اتاق فرمان به او داده می شود سخنان فیاض را قطع کرده و بعد از پخش یک میان برنامه این برنامه بدون هیچ توضیحی با یک مهمان دیگر در پی گرفته شد آقای فیاض در این زمینه به ایسنا گفت بعد از این اتفاق به اتاق فرمان رفتم و گفتم که شما حق ندارید به یک استاد دانشگاه توهین کنید استاد دانشگاه ناموس علم و ناموس دانشجویان است در حالی که حذف ابراهیم فیاض از یک برنامه تلویزیونی در دقایق اول برنامه صورت گرفت ایسنا به نقل از دستن در کاران شبکه چهار نوشت که خروج ابراهیم فیاض برای رعایت زمان در نظر گرفته شده صورت گرفت. این اولین بار نیست که اظهارات این استاد دانشگاه نزدیک به محافظه کاران جنجالی می شود. چند سال پیش او چند همسری را عامل ترویج فحشا است و بدون اشاره به نام فرد خاصی گفت همین آقایان با سیغه هایی که در قوم کردن این شهر را پر از فاحشه کردند پس از این اظهارات علی اصغر سلطانی معاون دادستان قوم گفت که برای ابراهیم فیاض پرونده قضایی تشکیل داده است. افتضاح جدید برای رژیم راهپیمایی جمعه شش آبان نشان داد رژیم چقدر تنها شده دو روز بعد از حمله مسلحانه به زائران در شاه چراغ شیراز که پانزده کشته و شمار دیگری مجروح بر جای نهاد جمهوری اسلامی ایران روز جمعه شش آبان یک راهپیمایی سرسری حمایت از خود را با عنوان محکومیت جنایت تروریستی در پی برگزاری نماز جمعه ترتیب داد راهپیمایی حکومتی که شکست بزرگی را برای رژیم رقم زد و نشان داد که جمهوری حتی در بین نیروهای وفادارش ریزشی سهمناک داشته است. امروز شیشا و آبان چندین رأس گوسفند رو با اتوبوس آوردن کل ایران رو بستن به خاطر همین چسنسکار کنید چند نفر نماز را پیمایی نماز جامعه شونه حتی با این همه اتوبوسی که اومده باز نتونستن به اندازه فقط دانشگاه یه دانشگاه آدم بیارن متوجه چندین گوسفند هستیم اینجا خب اینم میبینیم یه حیبون داره فرار میکنه با امامش اینم تعداد آدم هستیم فقط بلنگو دارم فرقشون با ما اینه چندین رسیستان گوسفند رسانه های جمهوری اسلامی ایران به این مناسبت روز جمعه برنامه های خبری ویژه برای پوشش این تظاهرات پخش کردند که در طول آن در گفتگو با مردم در شهرهای مختلف وقوع حمله مسلحانه در شیراز را به اعتراضات شش هفته اخیر کشور نسبت دادند بدون آنکه اشاره‌ای به ریشه های اعتراضات اخیر و دلایل عمق ناخشنودی مردم از نظام حاکم کنند در این میان هنوز از سرنوشت فرد مسلح عامل این حمله خبر بیشتری در دست نیست مسئولان وزارت کشور کشور گفته بودند که فرد مسلح شدیدن زخمی شده و چون تحت درمان قرار گرفته بازجویی از او فعلا انجام نشده است بیانیه ای به نام گروه حکومت اسلامی داعش ساعتی پس از وقوع حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت با این اصاف تردیدهایی بروز کرده که این بیانیه به بیانیه های پیش از این شباهتی ندارد اکنومیست احتمال سرنگونی حکومت دینی در ایران وجود دارد مقامات جمهوری اسلامی احتمالا پیش بینی نکرده بودند که بعد از اعتراضات گسترده در مراسم چهلم محسا امینی مردم روز بعد از آن یعنی پنج شنبه پنج آبانیز با آن گستردگی به خیابانها ها بیکند. خیزش های محل محور عرصه را برای نیروهای سرکوبگر دشوارتر و صدمات و تلفات آنها را بالا برده است. مردم مهاباد صبح پنج شنبه ساختمان فرمانداری را تسخیر کردند. درگیری ها شدید بود و تا نیمه شب ادامه یافت. رسانه های حکومتی گزارش دادند فرمان فرمانده انتظامی مهاباد و یکی دیگر از نیروهای ناجا زخمی و روانه بیمارستان شدند. همچنین گفته شد در جریان این درگیری ها سه نفر از مردم کشته شدند. در شهر آمل دو بسیجی توسط افراد ناشناس کشته شدند. معاون امنیتی استانداری آمل با اشاره به اینکه هر دو نفر با کلت از فاصله نزدیک هدف قرار گرفتند گفت شورای تامین شهر تشکیل جلسه داده و قرار است دو بسیجی را روز جمعه دفن کنند اما برخی منابع غیر رسمی گزارش دادند هر دو نفر با اسلحه سازمانی از فاصله نزدیک کشته شدند و مشخص نیست چرا برای دفن آنها عجله می شود بدون اینکه نتیجه کالبوت شکافی و گزارش پزشکی قانونی اعلام شده باشد در این میان شامگاه پنجشنبه پنج آبان اعلام شد سردار احمد تاهری فرمانده انتظامی زاهدان و رئیس کلانتری 16 زاهدان به خاطر قصور عزل شده است برکناری آنها مربوط به جمعه خونین سه هفته پیش یعنی 8 مهر در زاهدان است مهدی محمدی مشاور راهبردی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در توییت نوشت در دو روز اخیر هفت نیروی امنیتی در کشور کشته شدند این همه در حالی است که حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه انتظامی 23 مهر ماه ادعا کرده بود پلیس می تواند اعتراضات را 5 6 روزه جمع کند او حتی بعدا مدعی شد قضیه جمع شده و اعتراضات پایان یافته است از سوی دیگر سه چهار هفته مداوم است که رسانه های بین المللی روی تحولات ایران تمرکز کردند. هفته نامه اکونومیست در مطلبی می نویسد شواهدی وجود دارد که نشان می دهد اعتراضات در ایران با گذشته متفاوت است و ستونهای جمهوری اسلامی را لرزانده و احتمال سقوط حکومت دینی در ایران وجود دارد در این مطلب آمده دست کم سه دلیل وجود دارد که ماهیت اعتراضات فعلی در ایران را با حرکت اعتراضی در گذشته متفاوت می کند. نخست این که خیزش کنونی هفته هاست ادامه یافته دیگر اینکه اعتراضات کنونی سراسری است به این معنا که محدود به جغرافیای مشخص نیست و سوم این که خواستگاه اجتماعی طبقاتی ف... اجتماعی طبقاتی فراگیرتری نسبت به اعتراضات پیشین دارد همچنین به نوشته اکونومیست اعتراضهای سال 88 جنبش سبز عمدتا طبقه متوسط شهری ایران را نمایندگی میکرد خواستگاهش هم فقط اعلام نتایج انتخاباتی بود که به زیان یک نامزد اصلاح طلب اعلام شد بود. به نوشته اکنومیست اعتراضات سال 98 هم عمدتا برآمده از خواسته اقتصادی جامعه ایران بود و طبقه کارگر را در اعتراض به افزایش ناگهانی بهای سوخت به خیابان ها کشید در حالی که خیزش کنونی ایران هم به لحاظ اجتماعی طبقاتی و هم به لحاظ جغرافیایی گسترده تر است.